سلام. حرکت وضعی و انتقالی زمین یعنی چرخش زمین به دور خود و به دور خورشید توأمان موجب تغییر تحولات جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی بسیاری میشه که ایجاد روز و شب، تغییر فصل‌ها، پدیده اعتدالین، بلند و کوتاه شدن درازای شب و روز و بسیاری از تغییر تحولات دیگه از جمله اوناست. جهت یادآوری خدمتتون بگم، همونطور که در کلیپ قبلی عرض کردم، زمین با سرعت 1675 کیلومتر در ساعت معادل 465 متر در ثانیه در حال چرخش به دور محور مرکزی خودشه. بدیهیه که با توجه به کروی بودن شکل زمین، این سرعت حداکثر سرعتیه که در بزرگترین مدار اون یعنی خط استوا رخ میده. هرچه از خط استوا دورتر بشیم از این سرعت هم کاسته میشه تا در نقطه صفر قطبی به صفر نزدیک میشه. از طرف دیگه زمین با سرعت 108,000 کیلومتر در ساعت یا به عبارتی 30 کیلومتر در ثانیه در حال پیمایش مدار دور خورشیده. به اولی حرکت وضعی و به دومی حرکت انتقالی اطلاق میشه. امروز با هم بررسی میکنیم آنچه در این دو حرکت بر زمین و زمینیان عارض میشه و علاوه بر اون سوالات متداولی که در این خصوص وجود داره هم پاسخ خواهیم داد. با من باشید در کانال آوای دانش. ما میتونیم برای مداری که زمین به دور خورشید میچرخه یک صفحه فرضی ترسیم کنیم. اصطلاحاً این صفحه دایره البروج نامیده میشه. نکته مهم در فرایند حرکات وضعی و انتقالی زمین، انحراف درجه محور چرخش زمین به دور خودشه. اگر محوری رو در زمین فرض کنیم که از قطب شمال تا قطب جنوب امتداد داشته باشه، زاویه این محور بر صفحه دایره البروج عمود نیست، بلکه حدود 23.5 درجه نسبت به این صفحه انحراف داره. البته میزان این انحراف از 22 تا 24.5 درجه متغیره که میانگینش تقریباً 23.5 درجه میشه. اما یک نکته کلیدی وجود داره که همواره باید به یاد داشته باشیم و اون اینه که قطب شمال همیشه به طرف ستاره قطبی یا پولاریسه و این جهت در پیمایش مدار انتقالی هیچ وقت تغییر نمی کنه. ستاره قطبی ستاره‌ایه که در مدار صفر درجه زمین نسبت به قطب شمال قرار داره و به عبارت ساده تر ستاره قطبی همواره بالای قطب شمال زمینه. البته یک هفدهم درجه اختلاف داره ولی میشه ازش چشم پوشی کرد. به همین علت هم هست که این ستاره یکی از بهترین و راحت ترین شاخصهای جهتیابی از روی زمینه، چون از هر جای زمین که بتونید این ستاره رو رؤیت کنید جهت شمال رو به شما نشون میده. من و شما روی کره زمین مسافرانی هستیم که حول محور زمین و به دور خورشید به طور دائم در حال چرخش. بیاین با هم سفر دوباره‌ای داشته باشیم روی مدار گردش زمین به دور خورشید، ولی این بار از فضا به زمین نگاه کنیم و ببینیم طی این فرایند چه اتفاقی میفته که فصل‌ها پدید میان و زمان روز و شب تغییر پیدا میکنه. سفرمون رو از آغاز زمستان یعنی دی ماه شروع میکنیم که مصادف با اولین ماه میلادی یعنی ژانویه است. گفتیم محور گردش زمین به دور خودش حدود 23.5 درجه نسبت به صفحه دایره البروج انحراف داره و از طرفی قطب شمال همواره به طرف ستاره قطبیه و طی گردش به دور خورشید تغییر قابل ملاحظه‌ای در زاویه این محور پدید نمیاد. همین امر باعث میشه تابش نور خورشید طی یک سال بر همه نقاط زمین به صورت یکسان نباشه. با فرارسیدن ماه دی که مصادف با آغاز ژانویه یعنی اولین ماه میلادیه، نیمکره شمالی نسبت به نیمکره جنوبی دورتر از خورشید قرار میگیره و این به این معناست که فصل زمستان در نیمکره شمالی آغاز میشه. هوا سرد و روزها کوتاه‌تر از شبها میشه. در حقیقت زاویه 23.5 درجه
موجب میشه نواحی نیمکره شمالی طی یک روز زمان کمتری در معرض نور خورشید قرار داشته باشند. شبهای شش ماهه قطب شمال که از اوایل اکتبر مصادف با مهر ماه آغاز شده تا اوایل ماه مارس یعنی اواسط اسفند ماه ادامه داره. برعکس نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی نزدیکتر به خورشید قرار داره. لذا در این نیمکره تابستان آغاز میشه. هوا گرم و روزها بلندتر از شبها میشن. هرچند زاویه تابش نور خورشید به قطب جنوب مایلتر از دیگر نقاط نیمکره جنوبیه، اما قطب جنوب روزهای بلند شش ماه خودش رو تجربه میکنه. با ادامه چرخش زمین به دور خورشید با آغاز فروردین ماه نیمکره شمالی فصل بهار و نیمکره جنوبی فصل پاییز رو تجربه میکنه. در این فصل ها یا شاید بهتر بگم در این وضعیت درازای روز و شب تقریبا یکسانه، چرا که خورشید دقیقا روی خط استوا قرار داره. به این پدیده اعتدال بهاری گفته میشه. با ادامه چرخش زمین به دور خورشید بهار به پایان میرسه. با آغاز تیر ماه نیمکره شمالی نسبت به نیمکره جنوبی نزدیکتر به خورشید قرار داره. روزها بلندتر از شبها میشن و فصل تابستان آغاز میشه. برعکس نواحی نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی از خورشید دورترن. فصل زمستان در این نیمکره فرا میرسه. درست برعکس اون طرف مدار روزها از شبها در این نیمکره کوتاه‌تر میشه. تا اینجا دو سوم مدار حرکت انتقالی رو طی کردیم و رسیدیم به آغاز مهر ماه. در این وضعیت نیمکره شمالی فصل پاییز، اما در نیمکره جنوبی آغاز فصل بهاره. در این وضعیت مجدداً درازای شب و روز یکسانه. به این پدیده اعتدال پاییزی و به دو پدیده اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی پدیده اعتدالین اطلاق میشه. همونجور که مشاهده فرمودید، برخلاف تصور بسیاری از انسان‌ها، تغییر فصل‌ها ارتباطی با دور و نزدیک بودن زمین به خورشید نداره. فصل‌ها در نیمکره شمالی و جنوبی درست برخلاف هم هستند. یعنی وقتی در نیمکره شمالی فصل زمستانه، در نیمکره جنوبی فصل تابستونه و برعکس. و همین رابطه در بهار پاییز هم برقراره. از اونجا که همه نواحی کره زمین در آن واحد یک فصل رو تجربه نمی کنن، بنابراین اساساً دور و نزدیک بودن زمین به خورشید نمی تونه علت پدید اومدن فصل ها باشه. دو چیز موجب پدید اومدن فصل ها و البته کوتاه و بلند شدن درازای روز و شب میشه. یک، انحراف محور چرخش دورانی زمین و دو، قرار داشتن قطب شمال نسبت به ستاره قطبی در تمام مسیر حرکت انتقالی.
نکته بعدی که میخوایم بهش بپردازیم سوالاتیه که ممکنه برای خیلی از ما پیش بیاد و البته کاملا طبیعی هم هست. از زمانی که کروی بودن زمین و حرکت وضعی و انتقالی اون به اثبات رسید تا به امروز این سوالات بوده و پاسخ اونها برای بسیاری از افراد همچنان در پرده از ابهام باقی مونده. سوال اول، با توجه به اینکه زمین با سرعتی معادل 1675 کیلومتر در ساعت از غرب به شرق حول محور مرکزی خود در حال چرخشه، چه نیازی هست هواپیماهایی که از سمت شرق به نواحی غربی در حال پرواز هستند با سرعت‌های زیاد به سمت مقصد حرکت کنند؟ طبیعتاً میتونن در فاصله مناسبی بالای زمین قرار بگیرن و منتظر بمونن تا در اثر گردش زمین وضعیت مکانی مقصد تغییر کنه و وقتی به زیر هواپیما رسید هواپیما در اونجا فرود بیاد. سوال دوم، با عنایت به حرکت وضعی زمین با سرعت 465 متر در ثانیه، چرا وقتی جسمی از بالای برجی به پایین سقوط میکنه که برای مثال 3 ثانیه طول میکشه تا به زمین برسه، با مسافتی معادل مدت زمان سقوط ضرب در 465 که در مثال ما 1395 متر میشه اون طرفتر از برج روی زمین فرود نمیاد؟ و البته سوالهای دیگه هم هست که از حیث موضوعیت در دسته همین پرسش ها قرار میگیره. برای پاسخ به این سوالها باید جو زمین رو بهتر بشناسیم. در حقیقت عدم اشراف ما به خصوصیات جو زمینه که موجب میشه پاسخ صحیحی برای پرسش‌های خودمون پیدا نکنیم. آیا جو همین هوایی که ما در اون غوطه وریم و از اون تنفس میکنیم؟ بله. ولی هوای قابل تنفس برای جانداران تمام جو زمین رو تشکیل نمیده. دانشمندان بر اساس میزان عناصر و گازهای موجود در هوا و فشار هوا جو رو به 5 لایه تقسیم کردن و بدیهیه که برای توضیح خواص و اثرات لایه ها بر زمین برای هر کدوم اسم انتخاب کردن. به مجموع این لایه ها که تا حدود 100 کیلومتر اطراف زمین رو پوشونده جو زمین یا اتمسفر گفته میشه. هوای قابل تنفس ما که نام تروپوسفر بر اون نهادن از سطح زمین تا حدود 10 کیلومتری اطراف اونو در بر میگیره. شناخت خواص لایه‌های مختلف جو زمین در حوصله بحث امروز ما نیست. اما نکته مهم اینه که برخلاف تصور عموم جو زمین فاقد وزن و یا حتی سبک نیست. درسته که چگالی اون نسبت به چگالی کره زمین بسیار کمه. اما این به اون معنا نیست که هوای بالای زمین فاقد وزنه. توضیحاً باید بگم نسبت جرم یک ماده به حجم اون چگالی یا دانسیته گفته میشه. منظور از جرم یک جسم همون وزن جسمی که با ترازو اندازه گیری میشه و حجم جسم مقدار فضایی که جسم اشغال میکنه. معمولاً چگالی بر اساس کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر سانتی متر مکعب بیان میشه. برای مثال چگالی آهن 7874 کیلوگرم بر متر مکعب و به این معناست که 1 متر مکعب آهن یا به عبارتی مقدار آهنی که 1 متر طول، 1 متر عرض و 1 متر ارتفاع داره وزنش 7874 کیلوگرمه و چگالی اون از این رابطه به دست میاد. حالا اگر 3 متر مکعب آهن داشته باشیم طبیعیه که وزنش میشه 23622 کیلوگرم و چگالی اون میشه همون 7874. خب بریم سر بحث خودمون. همونطور که گفتم باور عموم بر اینه که جو زمین بی وزنه، در صورتی که اینطور نیست. وزن جو زمین 5.15 ضرب در 10 به توان 18 کیلوگرمه. درسته که چگالی جو 1,000,000 بار کمتر از چگالی کره زمینه، اما وزن بسیار قابل توجهی داره. وقتی صحبت از وزن میکنیم در حقیقت داریم از جرمی حرف میزنیم که تحت تأثیر نیروی جاذبه یا همون گرانش زمینه و جرمی که تحت تأثیر نیروی گرانش زمینه با زمین در حال چرخشه و این چرخش در طبقات بالای اتمسفر به مراتب سریعتر از کره زمینه. همونطور که گفتیم سرعت حرکت وضعی کره زمین در خط استوا
حدود 1675 کیلومتر بر ساعته و هر چقدر به طرف قطب‌ها پیش میریم این سرعت کمتر میشه تا در قطبین به صفر نزدیک میشه. برای مثال سرعت گردش زمین در مدارهایی که کشور ایران روی اون قرار داره حدود 1200 کیلومتر بر ساعته. جو زمین هم با همین سرعت در حال گردشه. علاوه بر پژوهش‌های علمی، شواهد عینی خود ما در زندگی روزمره مؤید این نکته است. غبارهای معلق در هوا، دود حاصل از فعالیت کارخانجات، بخاری که از آب جوش به هوا برمی‌خیزه و هزاران مثال دیگه نشون دهنده اینه که هوای اطراف ما با سرعت یکسان با خود ما در حال چرخش دورانی حول محور زمینه. وگرنه غبارهای معلق در هوا، دود حاصل از سوخت اجسام و بخارات برخواسته از مایعات باید بلافاصله در کیلومترها دورتر از مبدأ پراکنده می‌شدند. از طرفی هر جسمی یا هر انسانی که بتونه بر نیروی گرانش زمین غلبه کنه و از روی زمین حتی برای لحظه‌ای بلند شه، طبیعتاً تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز با سرعت متناسب با مداری که روی اون قرار داره به سمت شرق کشیده میشه. البته خود اون جسم یا فرد و هیچ کدوم از اطرافیانش قادر به تشخیص این حرکت نیستن، به علت اینکه همه اجسام اطراف ما به علاوه جو زمین در تمام نقاط کره زمین متناسب با سرعت اون نقطه با یک سرعت ثابت در حال چرخشن و وقتی همه چیز با هم با یک سرعت ثابت در حرکت هستن قاعدتا حرکت رو متوجه نمیشن. علتش اینه که حرکت یک پدیده نسبیه. اگر هواپیمایی رو با سرعت زیاد در حال حرکت میبینید، علتش اینه که شما نسبت به هواپیما ثابت هستین و هواپیما و مسافراش نسبت به شما در حال حرکت. ولی اگر شما یکی از سرنشینان هواپیما بودین، حرکت اشیاء داخل هواپیما و مسافران دیگر رو درک نمیکردین. قیافه ها کاملا قابل تشخیصه و تقریبا هیچ چیزی دال بر حرکت وجود نداره. علتش اینه که شما هم با همه سرنشینان و متعلقات داخل هواپیما با سرعت ثابت در حرکت هستید. خود هواپیما هم از این امر مستثنا نیستن. به محض اینکه هواپیمایی از زمین بلند میشه به سمت شرق کشیده میشه با همون سرعت چرخش زمین و فرقی هم نمیکنه به کدوم سمت پرواز میکنه. بنابراین اگر هواپیمایی از روی باند فرودگاه بلند بشه و در هوا معلق بمونه، به مقصد نزدیک که نخواهد شد، به علت دیگه‌ای که خواهم گفت حتی از مقصد دورتر هم میشه. هواپیما مجبوره برای وصول به مقصد به سرعت مناسبی برسه تا علاوه بر غلبه بر نیروی گرانش، سرعت عقب‌گرد به شرق رو جبران کنه. علت فرود اومدن جسمی که از بالای برج سقوط میکنه و در پایین برج فرود میاد هم همینه. درسته که جسم در فضا معلقه، ولی تحت تأثیر حرکت وضعی زمین با سرعت متناسب با مداری که روی اون قرار داره همراه با خود برج و همه اجسام اطرافش به علاوه جوی که در اون غوطه وره به سمت شرق کشیده میشه. اما آیا این تنها نیرویه که هواپیما باید بر اون غلبه کنه؟ خیر، نیروی بسیار قوی تری وجود داره که در صورت ساکن بودن هواپیما در هوا مقصد نه تنها به هواپیما نزدیک نمیشه، بلکه هواپیما رو ممکنه فرسنگ ها از مقصد دورتر کنه. همونطور که قبلا گفته شد، زاویه انحراف محور چرخش دورانی زمین باعث میشه انتشار نور خورشید بر همه نقاط زمین یکسان نباشه. همین امر به نظر کوچیک علاوه بر پدید آمدن فصول و بلند و کوتاه شدن روز و شب موجب تحولات بسیار گسترده‌ای در روی کره زمین میشه. تمام بادها، گردبادها، طوفانها و اثرات جانبی همه اینا مثل جابجایی ابرها، برف، بوران، کولاک و بسیاری دیگر از تغییرات اقلیمی نتیجه همین انحراف 23.5 درجه است. عدم یک نواختی تابش خورشید بر زمین موجب میشه قسمتی از جو زمین گرمتر از نواحی دیگه بشه. برای رسیدن به تعادل، هوای نواحی گرم با هوای نواحی سرد مرتبا در حال جابجاییه و همین امر اثراتی داره که گفته شد.
به این جابجایی ها اصطلاحاً گردش عمومی جو گفته میشه. هواپیماها برای رسیدن به مقصد چه از غرب به شرق زمین و چه برعکس، علاوه بر غلبه بر نیرویی که گردش دورانی زمین بر اون وارد میکنه، باید با گردش عمومی جو هم دست و پنجه نرم کنه. اگر قرار باشه هواپیمایی در ارتفاع بالای زمین ساکن بمونه به امید اینکه مقصد بهش نزدیک بشه، نه تنها تحت تاثیر سرعت حرکت چرخش زمین به سمت شرق حرکت میکنه، بلکه تحت تاثیر گردش عمومی جو که بسیاری از مواقع قابل پیش بینی هم نیست، همچنان به جهت‌های دیگه منحرف میشه. امیدوارم تونسته باشم در حد بضاعت پاسخ‌های درخور و مناسبی به سوالات ذهن پرسشگر شما عزیزان بزرگوار داده باشم. اگر از این ویدیو لذت بردید و از محتوای اون استفاده کردید، ممنون میشم کلیدهای لایک، سابسکرایب و زنگوله رو بزنید و نظرات ارزشمند خودتون رو برای من کامنت کنید.